زشن وی و بیاتی. در مگنیتاگورسک مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی را با تفتیش عمومی قرار دادند. پس از ترکش نقلیات مسافرکشی و بنای استقامتی که سنه 31 دکبر سال گذشته در مگنیتاگورسک به وقوع پیوسته است، هرچند حکومت روسیه اعتراف نموده است که ترکش ها طبیعت معیشی دارد، ولی خدمات های مخصوص روسیه یک جای با پلیس شخصانی گویا گمانبر را در ترکش دستگیر می نمایند. خشاوندان و نزدیکان دستگیر شدگان می گویند که با سبب اعتراف نمودن جنایت صادر نکرده اشان دستگیر شدگان را تضییق می نمایند. یکی از دستگیر شدگان از طرف فسب شهروند قرغیزستان حسنی الدین زیناب الدینوف با تضییق های شدید گرفتار شده است. در این خصوص به خبرنگاری همسری نام برده خبر داد. حلیمه خان زیناب الدینوف و همسری حسنی الدین زیناب الدینوف نقل میکند که در وقت پرسیشی 6 ساعته شوهری او را با تضییق های شدید قرار دادند. در زمانی واخوری با حسنی الدین در شعبه وزارت کارهای داخلی روی او برنگی کبود تبدیل یافته است. چشمانش سرخ شده، دستهایش ورم کرده است، بینیش کج شده، در آن داغهای کبود دیده می شود. احوال او را دیده به دهشت افتیده پرسیدم برای چی آنها تو را به این حالت گرفتار نمودند؟ حسنی الدین آیدی تزیقها در شعبه وزارت کارهای داخلی چنین نقل می کند. مرا 6 ساعت پرسیش نمودند، به تخت پشتم می زدند، سپس به تخت پشتم خیشت گذاشته با قوه برق عذاب می دادند. قوه برق را به سرم و گوشهایم می موندند، از هوش می رفتم. سپس آنها از بالایم آب ریختند. نقل نمود شوهرم، میگوید حلیمه خان زیناب الدینوف. زن به سخنهای شوهرش تکیه نموده میگوید که کارمندان خدمات مخصوص نقاب‌پوش جریان پرسیش و تضییق‌ها را با کامرای ویدیو به نوار گرفتند.